زید ابن حسن، چهره برجسته علویان، در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ علویان، یعنی زید ابن حسن برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. زید ابن حسن ابن علی، بزرگترین فرزند حسن ابن علی، دومین امام شیعیان و متولی صدقات علی ابن ابی طالب بود. وی همواره در منازعات سیاسی جانب احتیاط و تقیه را نگه می داشت. برخی گزارش ها از حضور وی در واقعه کربلا و اسیر شدن وی حکایت داره و تعدادی دیگه از نقل ها بیان می کنن که وی در ماجرای عاشورا هم همچون سایر منازعات سیاسی از صحنه درگیری کنار گیری کرد. زید ابن حسن با اینکه از چهره های برجسته شیعیان و علویان محسوب می شد، هیچگاه ادعای امامت نداشت و هیچ گروهی از شیعیان هم به امامت وی معتقد نشدند. عالمان رجالی اهل سنت زید ابن حسن را شخصی موثق دونسته و عالمان رجالی شیعه وی را از اصحاب علی ابن الحسین سجاد، چهارمین امام شیعه می دونند. کنیه زید ابوالحسن یا ابوالحسین بوده و وی فرزند ارشد حسن ابن علی و ام بشیر بنت ابی مسعود البدری بوده. تاریخ تولد زید مشخص نیست و هیچ کدام از مورخان هم به اون اشاره‌ای نداشتن. وفات وی در سال 120 هجری قمری بوده و در هنگام وفات بین 90 تا 100 سال سن داشته. پس میشه احتمال داد وی بین سالهای 20 تا 30 هجری متولد شده باشه. بعضی از مورخان از حضور زید در واقعه عاشورا هیچ سخنی به میان نیاوردند و حتی گزارشی درباره عدم حضور وی در کربلا وجود داره. با این حال مقاتل و طالبین زید رو از جمله اسرای کربلا دونسته. در رابطه با ویژگی های ظاهری زید، شیخ مفید عالم معروف شیعه چنین میگه: زید ابن حسن مردی بود والا قدر و بزرگوار و خوشنفس و پرخیر که همواره شاعران او را ستایش می کردند و مردمان از جاهای دور و نزدیک به خاطر بهره‌گیری از وی به سویش رهسپار می شدند. اگه تا اینجا پادکست رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زید ابن حسن با وجود این که از منازعات سیاسی کنارگیری می کرد، اما همواره از افراد مهم علویان در دوران خودش بود. زید ابن حسن متولی صدقات پیامبر اسلام بود تا اینکه سلیمان ابن عبدالملک اموی به خلافت رسید و زید را از این منصب عزل کرد. زید از مقام تولیت صدقات معزول شد تا هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید. خلیفه وقت نامه‌ای بدین مضمون برای عامل مدینه نوشت: زید ابن حسن ابن علی شخص شریف بنی هاشم و مسن‌ترین آنان است. هنگامی که این نامه به تو رسید، صدقات پیامبر را به او بازگردان و او را در این کار یاری کن. در دوران خلافت ولید ابن عبدالملک، تولیت صدقات در اختیار زید ابن حسن بود. در این هنگام بین وی و ابو هاشم فرزند محمد حنفیه بر سر تصدی امور صدقات اختلاف پیدا شد. ابو هاشم به زید گفت: تو میدانی که ما در حسب و نسب با هم هیچ تفاوتی نداریم. تنها فضیلت تو بر من این است که تو از فرزندان فاطمه زهرایی و من از این افتخار بهره ای ندارم، اما این صدقات از آن فاطمه زهرا نیست، بلکه به علی ابن ابی طالب تعلق دارد. علاوه بر این، علی ابن ابی طالب شرط کرده که باید تولیت این صدقات در اختیار فاضل ترین و داناترین فرزندان من باشد و من از تو فقیه تر و داناترم. هنگامی که کار به اینجا رسید، زید ابن حسن روانه دمشق شد و خلیفه اموی را از ماجرا آگاه کرد. ولید هم به نفع زید حکم داد و وی رو در منصب تولیت صدقات ابقا کرد.
در رابطه با اینکه مذهب زید ابن حسن چه بوده، سه احتمال داده شده: کیسانیه، زیدیه و امامیه، که احتمال امامیه قوی تر به نظر میرسه. قطعاً زید ابن حسن نمیتونست جز فرقه کیسانیه باشه، چون بیشتر کیسانیه پیروان ابو هاشم فرزند محمد حنفیه بودند. این در حالی بود که رابطه زید با ابو هاشم به هیچ عنوان خوب نبود و کما اینکه داستانش رو هم نقل کردیم، هنگامی که ابو هاشم متولی تولیت صدقات شد، بین وی و زید اختلافات جدی به وجود اومد. زید ابن حسن رو نمیشه جز زیدی هم دونست، چون اگر وی از زیدیه بوده باشه یا باید امام باشه و یا پیرو. با توجه به اینکه یکی از شرایط امامت در زیدیه ادعای امامت و قیام با سیف و این دو صفت هیچگاه در زید ابن حسن نبود، وی نمیتونه امام زیدیه هم باشه و از اونجا که پیروان فرقه زیدیه تقیه رو حرام میدونستند و تاریخ زندگی زید نشون میده که وی در موارد متعددی تقیه میکرد، اون نمیتونه پیرو فرقه زیدیه هم باشه. در نتیجه میشه زید رو شخصی امامی مذهب دونست. زید ابن حسن ابن علی سرانجام در سال 120 هجری قمری ما بین سنهای 90، 95 یا 100 سالگی در سرزمینی میان مکه و مدینه به نام حاجز که در 6 مایلی مدینه بود از دنیا رفت و پس از انتقال به مدینه در قبرستان بقیع دفن شد. در تشییع جنازه زید، برادرزاده های وی حسن ابن حسن و ابراهیم ابن حسن زیر تابوت رو گرفته و عبدالله ابن حسن مصنع معروف به عبدالله محض پیشا پیش جنازه حرکت کرد. پس از انجام مراسمات کفن و دفن، وی به قبرستان بقیع برده شد و در همونجا به خاک سپرده شد. پس از مرگ زید، برخی شاعران از جمله قدامت ابن موسی الجهمی اشعار مختلفی در رسای وی سرودند. از نسل زید ابن حسن ابن علی افراد برجسته‌ای در تاریخ بر جای موندند که از جمله اونها میشه به عبدالعظیم حسنی، حسن ابن زید ابن حسن والی مدینه از طرف منصور دوانیقی و حسن ابن زید ابن محمد ابن اسماعیل معروف به داعی کبیر که در طبرستان قیام کرد اشاره کرد. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.